آقا داستان عجیبیه. توی کشورهایی مثل هند، اصلا کلا شما دقت کرده باشین، کشورهای فقیر، درب و داغون، همیشه پیامبران مال اون اینجور جاها بودن. مثلا شما نگاه کن عراق الان، هرچی پیامبر از اونجا اومده. من نمیدونم چرا مثلا تو آمریکا نبود، چرا توی چین نبود، چرا توی ژاپن نبود. الان همه میان کامنت میذارن بوده، تو خبر نداشتیم. یا یه چیزایی تو فقیرها خیلی اتفاقای بدی میفته. مثلا طرف امروز تو اینستاگرام دیدم یه پسره به خانومه گفت شما قبل اینکه بچه دارشی میدونستی کولر نداری، میدونستی شوهرت کار نداره، میدونستین یخچال ندارین، بچه یخچال میخواد، کولر میخواد، هوا گرمه. توی یه منطقه‌ای بود تو ایران. گفت بله. گفت چرا بچه دار شدی؟ هیچی نگفت. گفت آخه شماها بعد پر بچه بود. گفت پارسال انقدر نبودن، هر سال میای یه عده به دنیا میان، 10 برابر میشن، یه عده هم شکم اومده جلو. میگه چرا شما بچه دار میشین؟ چرا اون بچه رو بدبخت میکنین؟ راست میگه دیگه. حالا چینم، هندم همین. هند 1000 تا مذهب داره. گاو که اصلا میکشنت به گاو بگی تو. یه پیامبرم جدیدن اومده فوت میکنه، توف میکنه، اینجوری میکنه پشت میکروفون، یو یارو پا میشه راه میره. اصلا آقا کسی هم که فلجت راه رفتنش اولش خور یواش. حالا ویدیوشو بهتون نشون میدم بعدا، توی امروز نه. این یه فوت میکنه یارو پا میشه دیندر 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 میدوه. حالا طرف لباس تگری زده، لباس همه استفراغی، در و داغون، تمام صورت شیمل و کپک و اینا، ملت هم به پاش میفتن. حالا ملت کی؟ همون فقیرایی که تو خیابونن. آخه میدونی که تو هند اینایی که تو خیابون زندگی میکنن همونجا میمیرن، دوباره بچه هاشون هم اونجا به دنیا میان. یعنی تو خیابون زاد و ولد میکنن، میمیرن، زنده میشن اینا. خودشون میگن ما روحمون روح بدیه، اونایی که پول دارن، ارباب ما، اونا روحای خوبی هن، اونا بهشتی هن. یعنی خودشون هم قبول دارن که مثلا اینجوری داستانشون. حالا بهتون نشون بدم اینا. براتون بخونم اول. میگه ظهور پیامبر جدید: به تازگی یک شخص ملقب به مادر کلاهی در هند مورد پرستش و احترام عموم قرار گرفته است. مریدان این خانم هر کجا که او را ببینند به دورش جمع می شوند و بر او سجده می کنند. قداست این شخص به حدی زیاد است که مریدانش تهمانده غذا یا نوشیدنی او را به عنوان تبرک استفاده می کنند. نمیدونم این بعد این مگه مادره؟ این مگه پدر نیست؟ من چیزی که میبینم آخه یه خورده فرو رفتگی، چیزی بیرون رفتگی. این چیزی که من اینجا میبینم این پدره بیشتر، مادر نیست. نمیدونم والله. حالا ببینیم تموم بشه، بره ببینیم چیه داستانش. چه گریه ای هم میکنه. دمپاییش هم نگاه کن کجا، این پیامبره مثلا. دمپاییش رو به عنوان سگک کمربند بسته مثلا. کلاش اینجا تو هاندم داره 499. پیامبر رو ببین، کلاش 499. بعد اینجا لباسش رو شما ببینید، قشنگ معلومه یه کامل، یه دست چلیکاو تگری زده. چلیکاو که نمیخورن اینا، غذاشون ولکن بابا. الان کامنت میاد، دیدی تازگی ها شوخی با دکتر بکنی، با مهندس بکنی، با نمیدونم این شهر اون شهر. قبلا اینجوری نبود که، بابا همه با هم شوخی میکردیم. الان تا یه پخ میگی بیا. ما یه بار گفتیم آقا ستار اینجوری، آقا دوست دارم بگم دیگه، گفتم ستار اینجوری شده. خود شهرام شپرم گفت، گفت بابا ما دیگه نمیتونیم رو صحنه بخونیم اسم آبول. گفت ستار دوست خوبم، ابی دوست خوبم. گفت اینا نمیتونن دیگه. بعد یه بنده خدایی برای من کامنت گذاشته: تو پرچمت کو، تو ستار چون با سلطنت تو باش. اصلا من اصلا تو این فکرها نبودم. سلطنت بابا بلمون کن تو رو. یه چیزایی میگن به خدا ملت. ببین جا پاس رو ایش کرده.
حالا این چه زرنگه، شما تصورشو بکن، نشسته همین تو این خیابون یهو گفته بزن من. پیامبرا همه اینجوری بودن دیگه. آقا پیامبر چیه؟ نمیدونم به چیه. یارو یه تشنجی میگیره بعد میگه بریم این را پول در بیاریم. شما دین اسلام رو نگاه کن، عین دین یهوده، هیچ فرقی با هم ندارن. یه خورده عقب جلو کردم، مثلا این گفته ختنه رو الان بکن، گفته چه روزی، این روزه داره اون داره، نمیدونم، عین همن، همشون همینه، بیکار بودن، چوپون بودن، توی بیابون نشسته بودن، چی کار کنیم چی کار نکنیم پیغمبر بشیم. با خودشون چی فکر میکنن مثلا؟ این نمیدونم والا، یا ما خیلی عقلمون میرسه، عجیبن غریبا، خندم میگیره. این پیرزن به این تمیزی رفته پیش یارو. آره از اینجا، آره. از اینجا خانومه، آره اینجا معلومه صورتش، یعنی چیز دیگه که ماشاءالله صاف. بله فقر دیگه، فقر تهش همینه، هرچی گیرت میاد میپرستی و نمیدونم تپ و تو بچه تولید میکنی و این میشه تهش. هرکی میرسه بهمون زور میگه و بهمون حکومت میکنه، حالا میشه این. در صورت روز خوبی داشته باشین، تا بعد.